صبح عالی، متعالی. ساعت 5:30 داریم میریم. یه در دیگه گذاشتن اینجا. اوکی. و ما داریم میریم سر کار. بذاریم ببینم این دره بیاد پایین. اوکی. خب اینم باز کنیم. اینا گیت هایی هستن که باید صبح باز بشن. خب صبحمونو شروع کنیم. مردم عزیز کشورم، مثلا جنوب ایران، آهنگ جنوبی هم گوش کردیم و یه ذره ناراحت شدیم. بعد از چند ثانیه برای شما و بعد از چند ساعت برای من میان میگم که کجا میخواییم بریم. پس روز کاریمون شروع بشه و اول از همه روشن بشیم. من همین الان از سر کار در اومدم، توی ماشین که داغه یه روش بزنم. من هفته پیش توی ماشین خیلی گرمه، به خاطر همین میخوام زود حرکت کنم. گفتم به شما بگم که الان میخوام کجا برم، ولی زیاد امیدوارم نیستم. اینجا مثلا یه اگه یه ایونت یه برنامه باشه روی ستونایی که این چراغ راهنمایی یا اینجور چیزا هست، مثلا میزنن که یه همچین ایونتی هست میتونید مثلا برید و اینا. بعد اینجا زده بود که یه بازار چمانندی هست که توش کارهای سرامیکی هست، جواهرات هست، بعد لباسهای وینتج که همین چیزای قدیمی شده و اینجور چیزا هست. بعد از اون موقع تلفنم رو کوک کرده بودم که امروز خبر بده. دیشب خبر داد تلفنم که آره این ایونت هست فردا. به خاطر همین گفتم موقعی که دارم از سر کار میام، یعنی به خاطر همین اصلا با ماشین اومدم، معمولا با اتوبوس میام سر کار. بعد گفتم که با ماشین بیام که از اینجا بریم اونجا، چون وقتی در میام خستم نمیتونم با اتوبوس برم یه جایی از اونجا پیاده برم و اینا. بعد گفتم که با ماشین میرم، اگرم بد بود سریع سوار میشیم و برمیگردیم. چون که امروز با دوستامون، یعنی یکی از دوستامون مسیج داد به همون که بیایم بریم یک رستوران یونانی پیدا کردیم، میخوایم بریم اونجا. دیگه از فردا من 3 روز تعطیلی دارم، میخوام براتون ویدیوهای هیجان انگیز، یه لیست تهیه کردم براتون ویدیو درست کنم. پس بریم. اگه بازار چه قشنگ بود بهتون نشون میدم، اگرم چیزی خریدم تو خونه بهتون نشون میدم. من الان حرکت میکنم، تو راه هم میخوام با مامانم یکم حرف بزنم و بریم ببینیم کجاست. فعلاً لازم نبود ماسک بزنیم به خاطر اینکه توی هوای باز بود، ولی نتونستم فیلم بگیرم به خاطر اینکه یه بازارچه خیلی کوچولو بود. انگار که مثلا حیات یه جایی رو بازارچه کرده بودن. بعد همه مثلا ترنس ها، مثلا دختر بچه، پسر بچه های 16-17 ساله، بعد اونایی که هنر خوندن، همه دیگه اینجوری میز گذاشته بودن، بعد کاراشون رو گذاشته بودن که بفروشن. بعد چرا مثلا چیزایی نبود که زیاد مثلا من بگم خوبه و اینجور چیزا، ولی خب برای زحمتشون میارزید. یه دونه کوکی خریدم ازشون
که بریم با چایی با همسرم بخوریم. وگان، یه کوکی وگان گرفتم، بعد پاپکورن وگان گرفتم. مثلا اینو گذاشته بود $1، کوکیش $1.5. این دوتا وگان بود. بعد چاپ دست، یک کارت تبریک گرفتم، با نمک بود، خودش امضا زده بود. و دو تا هم قاشق سرامیکی گرفتم کوچولو برای چایی و نمکم. ظرف نمکم قاشق نداشت، اینا رو گرفتم، با نمک بود. اینا هم دوتاشو $5 گرفتم، خیلی با نمک بودن، قشنگ بود برای حمایتشون و اینا، قشنگ بود. بعد یه چیزم براتون تعریف کنم دیگه، را بیفتیم بریم خونه. اونم اینه که دیدید دیگه، واکسن دومم رو زدم، چشمتون روز بعد نبینه. ما واکسن اولمونو که زدیم جدا جدا زدیم، یعنی من اینجوری پیشنهاد داده بودم که جدا بزنیم، یه لحظه حالمون بد شد، قربتیم دیگه، مثلا دیگه مواظبت کنیم، که هیچ اتفاقی نیفتاد. مثلا خواهر من واکسن اولش خیلی حالش بد شده بود، یا دوستم حالش بد شده بود، ولی مال منم هیچ اتفاقی، فقط دستم درد میکنم، مال همسرم. بعد برای واکسن دوم هفته پیش همسرم گفتش که برای دوتامون هم توی یه روز وقت گرفتم. و گفتم نکنه حالمون بد شده. گفت نه بابا، ما که اولش حالمون بد نشده. گفتم باش. بعد دقیقا روز آخر تعطیل من، بعد از اونم که باید کار کنم، بذاریم پنجره رو باز کنم، خیلی گرمه. بعد دیگه واکسن زدیم، فرداش من پاشدم رفتم سر کار صبح زود. بعد وسط کار اومدم گوشیمو چک کنم، دیدم که همسرم نوشته ازت خیلی نگرانم، حالت چطوره، به هم خبر بده. من حالم انقدر بد بود که زنگ زدم مرخصی گرفتم، نرفتم سر کار. بعد دیگه زنگ زدم بهش، چشش باد کرده بود توی تخت، تب و لرز شدید. بعد نگرانش شدم دیگه. منم حالم بد نبود روز اول واکسن، گفتم که اوکی و اینا. بعد که داشتم میرفتم خونه با مامانم حرف زدم، مامانم گفت احتمالا تو هم حالت بد شه، حتما سوپ بخور، از بیرون سوپ بخر، حتی تو آشپزخونه هم وقت تو چیز نکن، سرپا وای نستا، سوپ رو بخر، با هم بخورید و بخواب، اصلا هیچ کاری تو خونه انجام نده. بعد منم چون قبلا یه تخمینی زده بودم، هم غذا درست کرده بودم، هم مواد سوپم رو آماده کرده بودم، توی فریزر گذاشته بودم که فقط اینا رو قاطی کنم. گفتم ماما وصل وسایلش آماده است، فقط قرار رو اجاق بریزم رو هم و چیز کنم. گفت حالا حرف مادر تو گوش کن و اینا. تا آخرین لحظه، بعد یه لحظه گفتم بذار منم سوپ بخرم. سوپ رو که خریدم، بعد اون حال منم بد شد. رفتیم خونه یه سوپ خوردیم، بعد من خوابیدم، شب پا شدم یه ذره یه چای خوردیم، یه چیزی باز غذا سفارش دادیم، دوباره خوردیم و خوابیدیم. صبح من رفتم سر کار، تب من همینجوری رفت بالا رفت بالا رفت بالا. دیگه وسط روز مرخصی گرفتم اومدم و روز همون روز سوم، چهارم و امروزم که روز پنجمه، کمر به پایینم یک دردی میکنه، دقیقا شبیه درد پریود، درد عادت ماهانه، خیلی ناجور. و واقعا دلم کباب شد برای کسایی که کرونا گرفتن و این همه اذیت شدن، خیلی ناراحت شدم. ولی خلاصه امیدوارم که همه واکسناشون رو بزنن و تموم بشه. ایرانم پدرم واکسن زده، خالم زده، عمم زده، شوهر خالم زده، اون یکی خالم هم قرار بزنه و یواش یواش دارن میزنن تو ایرانم، واسه اینم خوشحالم. گفتم از واکسنم هم بهتون بگم. دیگه بریم خونه. In 200 meters, your destination will be on the right.
خاموش کنیم. من رسیدم، ماشین رو پارک کردم توی پارکینگ. همسرم بهم زنگ زد گفتش که من یه جا نشستم برم توی کافه قهوه میخورم، بیا تو رم به یه قهوه مهمون کنم. و مادر شوهرش دوستش داشت، به خاطر اینکه منم کوکی گرفتم، گفتم شیرینی نگیر، منم شیرینیشو میارم. الان میرم باهاش یه قهوه بخورم، همین پایین خونمونه. بعدش هم میریم خونه یکم استراحت میکنیم تا شب بریم رستوران با دوستامون. بذار ببینم کجا نشسته. Hayvanlar fuzul fuzul. Baba kocasına bir daha. Yana ver. Bir daha tombul çekecek. Sen ne yetişmez? Yedi yedi. Geçen şişe de ciğer onarından o almış.